افغانستان از جمله شش کشور در جهان است که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تغییرات اقلیمی دارد. در حالی که کمتر از 1% در تولید گازهای گلخانه‌ای جهان نقش دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، افغانستان به شکل گسترده از تغییرات اقلیمی زیانمند شده و شاهد کاهش بی‌پیشینه بارندگی و افزایش جنگل‌زدایی است. بسیاری از شهروندان این کشور از گرمی زیاد و خاک و بادها در کشور شکایت دارند. تغییر اقلیم یکی از چالش‌های جدی امنیتی در منطقه شمرده می‌شود که به دلیل وضع رقابت‌بار زنان و سایر شهروندان کشور از توجه دور نگه داشته می‌شود. افغانستان تحت سیطره طالبان در حال حاضر با بحران شدید تغییر اقلیم دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی، تغییرات اقلیمی ناشی از گازهای گلخانه‌ای و تغییر در رطوبت و فصل بارندگی برف و باران و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر، محیط زیست را در این کشور به شدت صدمه زده و چرخه فقر و گرسنگی را سریع‌تر ساخته است. در 3 سال سلطه طالبان، هیچ نوع مدیریتی در منابع طبیعی، نظارت از قطع جنگلات و گیاهان وجود ندارد و بسیاری از بت‌های طبیعی به شکل وحشتناک از افغانستان قاچاق می‌شوند. از سوی هم کمبود منابع، خشکسالی‌های پیهم و نبود فهم لازم از محیط زیست و تغییرات اقلیمی در رژیم طالبان سبب جنگل زدایی، بیابان‌زایی و تشدید تخریب محیط زیست شده است. از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. جناب رئیس‌زاده، با توجه به خبری که شنیدید در صورت تداوم سیاست‌های طالبان در بخش محیط زیست، چه آینده‌ای برای این کشور و اقلیم آن متصور است؟ بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. صورت تداوم سیاست‌های برنامه و مخرب طالبان در بخش افغانستان و همچنان اقلیم چالش های جدی و نگران کننده بوده. یعنی میره ما بسیار به طور کوتاه تخریب شدید زیست محیطی که خودش باعث کاهش پوشش جنگلی میشه، قطع بیرویه جنگل ها خصوصا در مناطق شرقی و مناطق جنوبی افغانستان و قاچاق زناب به پاکستان منجر به کاهش بسیار چشمگیر پوشش جنگلی میشه که تاثیرات منفی را بر تنوع زیستی و اکوسیستم های طبیعی دارد. فرسایش خاک خودش وقتی جنگل ها به طور جلوگیری از فرسایش خاک صورت میگیره، خود این جنگل ها باعث میشه که جلوگیری بکنه از فرسایش خاک. در صورتی که قطع جنگل صورت بگیره و قاچاق جنگل صورت بگیره، این فرسایش خاک شدت پیدا میکنه و زمین های کشاورزی هم در افغانستان به حاصل میشه. در مرحله بعدی تشدید تغییرات اقلیمی صورت میگیرد. افزایش گرما، افزایش سرما، کاهش جنگل ها و افزایش آلودگی هوا خودش منجر به افزایش گرما و سردا میشه که به نوبه خود تاثیر منفی بر منابع آبی و اقلیمی و کشاورزی خود یک کشور دارد. که ما در ماه های گذشته با سیلاب های ناهنگام در مناطق مختلف، خصوصا در مناطق مرکزی ولایت های مثل غور، مثل بغلان شاهد بودیم. خب تغییرات بارندگی هم صورت میگیره که تغییرات اقلیمی خودش میتونه الگوهای بارندگی رو تغییر بده. بارندگی های ناهنگام که خودش منجر به خشکسالی شدیدتر و همچنان سیلاب های ناگهانی میشه. مسئله دیگه مسئله کاهش منابع آبی است. خشکسالی از خودش در افزایش دما و کاهش بارندگی های که منجر به خشکسالی مکرر و کاهش منابع آبی میشن. مثلا ما امروز در خیلی از ولسوالی ها و خیلی از قریه ها و قصبات افغانستان متاسفانه دچار خشکسالی و دچار حتی کمبود آب آشامیدنی هستیم.
و مرحله دیگه تاثیرات بسیار منفی و مضر بر کشاورزی و امنیت غذایی یک کشور داره که عدم باران و عدم استفاده کشاورزان افغانستان، دهقانان افغانستان از منابع مهم آبی باعث میشه که کشاورزی در افغانستان سقوط بکنه و خصوصا افغانستانی که زیرساخت اقتصادیش، زیرساخت مردم و زیرساخت ببخشید که زیرساخت درآمد مردم افغانستان که خیلی هایشان کشاورزی و دهقانی و مالداری تشکیل میده، خودش برای افغانستان یک بحران خلق میکنه. در مرحله بعدی هم باعث میشه که بحران های اجتماعی و اقتصادی به وجود بیاره. مردم کوشش میکنن که خود از به آبی برهانن و به شهرها بیاین و شهرها هم در صورت کمبود آب شما مجبور به مهاجرت دراز مدت و مهاجرت مجبوری کشوری میشن. متاسفانه این مشکلات در افغانستان بعد از اینکه خود طالبان به نظام سیاسی افغانستان حاکم شدن این مشکلات بیشتر شده، چون طالبان توانایی ایرم ندارن که از منابع اقتصادی، از منابع آبی و منابع خاکی افغانستان استفاده درست بکنن، مدیریت درست بکنن، چون جهل از این موارد و مدیریت وجود داره که متاسفانه خودش برای افغانستان یک بحران است. و امیدوار هستیم که با اثرپذیری جامعه جهانی و با مدیریت بیشتر کشورهای منطقه این مسئله در افغانستان زودتر حل بگردد، در غیر این صورت بحران انسانی و بحران خاکی و آبی در افغانستان به وجود خواهد آمد. بله، ممنونم. با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.